تا بعد. سلام بهرام افراوی هستم در ادامه ویدیوی قبلی که نکاتی در طراحی گرافیک که باید رعایت بشه رو خدمتون گفتم در اینجا قسمت دومش رو مرور میکنیم در قسمت قبلی یه مقدار در مورد بلید و فاصله ای که باید رعایت بشه برای برش یک صحبت هایی انجام شد در اینجا دقت داشته باشید این فاصله شما باید در موقع بدونید که فاصله ای رو که در نظر میگیرید بعد از برش زیبایی نوشته ها رو به هم نزنه نوشته یا اجزایی که تو صفحه هست رو به هم نزنه پس این فاصله برش رو به شکلی بگیرید که بقیه موارد رو در نظر داشته باشید اما مسائل دیگه از جمله استفاده از نرم افزار مناسب با نوع سفارش ببینید شما اگر روی عکس کار میکنید طبیعتا باید با فتوشاپ کار کنید و اگر کارت ویزیت بروشور پوستر و موارد اینجوری دارید انجام میدید میتونید با نرم افزارهای برداری مثل کورل این دیزاین ایلستریتور انجام بدید و اگر صفحه آرایی میکنید و حجم مطالب زیاده طبیعتا باید با نرم افزارهایی مثل این دیزاین کار کنید دقت داشته باشید من سراغ دارم دوستانی رو که انقدر با فوتوشاپ راحت بودن و انقدر کار کردن و عادت دارن که بعضا یک روزنامه رو در فوتوشاپ بستن ببینید ممکنه امکان پذیر باشه حتی ممکنه بعد از چاپ هم کارفرما چندان متوجه اشکالا و ایرادهایی که وجود داره نشه اما شما با این کار اوریجینال خوبی رو نخواهید داشت و خیلی سخت خواهد شد ادامه داستان برای شما هرچند که یقینا اگر یک مطلب یک کاتالوگ یک بروشور یک محتوایی رو که داره حروف ریز و ظریف هست توی نرم افزاری مثل فتوشاپ کار کنید یقینا توی چاپ مشکلات متعددی داره که باید اون مشکلات رو بشناسیم و حالا ما در واقع میخوایم با این آموزش ها برسیم به این که شما رو متوجه یک سری از اشکالات بکنیم و بتونید خودتون تشخیص بدید که این اشکالات چی هست بنابراین حتما از نرم افزار مناسب استفاده کنید ببینید ممکنه که شما یک زمان کوچیکی رو صرف کنید برای اینکه اون نرم افزار رو به خصوص رو یاد بگیرید مثلا شما با کورل عادت کردید یا با ایلستریتور عادت کردید و بیاید یک کاتالوگ خیلی مفصل رو یا یک کتاب رو یا یک روزنامه رو با اون نرم افزار رو کار کنید بله با کورل و ایلستریتور هم میشه این کار رو انجام داد و از نظر فنی هم چندان شاید مشکل ایجاد نشه چون خروجی اردشون میتونه برداری باشه اما در نظر بگیرید که ابزارهایی که در این دیزاین در اختیار شما قرار میگیره برای اینکه صفحه آرایی بکنید یقینا ابزارهای های تری هست برای کار روزنامه مجله کتاب بنابراین این وقت کوچیک رو صرف بکنید و زمان بذارید ولی بقیه عمرتون بقیه زندگیتون رو بقیه زمان کارتون رو صرف جویی میکنید و کار بهتری رو انجام میدید خروجی مناسب برداری از چاپ بگیرید برای چاپ بگیرید شما ببینید دقت بکنید که اگر که توی نرم یعنی باید خروجی نهاییتون اگر حروف ریز و ظریف دارید و نوشته دارید که در اندازه های کوچیک هست حالا حد... این کوچیکی میتونه متفاوت باشه به حال خروجی برداری گرفتن دقت کار شما رو بالا میبره گاهی اوقات ممکنه شما توی نرم افزار کورل یا ایلستریتور یا این دیزاین کار کنید ولی خروجیتون رو به اشتباه تصویر بکنید و برای لیتوگرافی و چاپخونه ارسال کنید یا اینکه شما خروجیتون رو برداری گرفتید اما توی لیتوگرافی خروجی شما رو تبدیل به تصویر کردن به دلایلی که در ادامه آموزش ها و در ویدیوهای آینده به شما توضیح میدم این ممکنه چه دلیلی داشته باشه اون خروجیتون رو تبدیل کنه به تصویر و برای شما زینک تهیه کنه یا پلیت تهیه کنه و کارتون رو چاپ کنید ما میخوایم متوجه این اتفاق ها بشیم و این آموزش ها در همون جهت خواهد بود میرسیم به این که کنترل کیفیت تصویر رو داشته باشید و در نظر بگیرید برای چه مدیایی دارید چاپ میکنید در نظر داشته باشید اگر قرار رو کاغذ گلاسه چاپ بشه با زمانی که قرار رو کاغذ تحریر چاپ بشه یا مقوا چاپ بشه یا بقیه یا این میتونه تفاوت بکنه و کیفیت تصاویرتون میتونه فرق بکنه بنابراین در نظر داشته باشید که برای چه میدیایی دارید تراحی میکنید و بر اساس اون میدیا جزئیات کارتون جزئیات تصویرتون رو در نظر بگیرید این نکته رو بهتون در قسمت های آینده که در مورد PPI LPI و DPI پی آی توضیح میدم روی این مسئله باز توضیحاتی دارم و اونجا بهتون میدم تا متوجه بشید که چجور باید این کار رو انجام بدید کنترل تصاویر از نظر مد رنگی و چاقی ترام خب طبیعیه که خروجیتون باید وقتی که برای چاپ دارید انجام میدید باید در واقع خروجی از نوع سی باشه و اگر تصاویر رو از جای دیگه استفاده می کنید دقت کنید تبدیل به سی کش بکنید و بعد اون ارسال بکنید و همینطور کنترل چاقی ترام که باز اینها رو من در بخش ال پی آی پی که توضیح میدم اون رو براتون میگم چون اینجا توضیح دادنش نیاز به یک مقدماتی داره که بهتر در همون جای خودش انجام بشه کنترل اندازه دقیق سفارش خیلی از اوقات پیش اومده یک سفارشی رو ما در زمان خروجی دقت نکردیم و کمی کوچیکتر شده یا کمی بزرگتر شده یا حتی بعد از اینکه خروجی پلیت گرفته شده برای ما یک مشکلاتی وجود داشته که کار ما کوچیک شده یا بزرگ شده برابره روی این قضیه هم دقت داشته باشید و اندازه کارتون رو تا مرحله ای که میخواد چاپ بشه و حتی نمونه گیری اولیه چاپ اندازه گیریاتون رو کنترل بکنید. رعایت نکات و ظرافت های فاصله دیده شدن اثر گرافیک یک سری آموزش هایی هم برای شما میذاریم که شما دقت داشته باشید اگر برای بیلبورد دارید طراحی میکنید یا برای کارت ویزیت یا برای بروشور کاتالوگ این رعایت فاصله ها رو داشته باشید و بتونید دقت کنید که فاصله ها به چه شکلی باید باشه تا کارتون درست انجام بشه برای بیلبورد کارت ویزیت پوستر کتاب آگهی های مختلف اینها میتونه با هم متفاوت باشه دیدن بسیار زیاد آثار گرافیک و پر کردن فرم کالبوچی کافی که قبلا براتون در واقع توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم و فرم کالبوچی کافی رو هم گذاشتیم کارها رو، کارهای گرافیک زیادی ببینید نمایشگاه مختلف برید کتاب های مختلف ببینید و مرتب برای خودتون نقد و بررسی یا کالبوچی کافی بکنید تا حرفه ای تر بشید و همه اینها موجب میشه که اصول و نکات گرافیک رو در هر سفارش رعایت بکنید و میخوایم ما به این قضیه دسترسی پیدا بکنیم اما در قسمت بعدی من یک توضیح بهتون بدم راجع به اینکه یک تمرین هایی رو میتونید انجام بدید با توجه به شیوه های بیان در طراحی گرافیک که قبلا براتون توضیح دادم و در ویدیوهای قبلی از فرمش هم گذاشته شده شما برای هر شیوهی شروع کنید طراحی کردن و نوع تمرین و موضوع تمرین و همه اینها رو برای خودتون بنویسید تا بعد